بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت شما هستیم با سلسله مباحث معرفتی. بحثمون درباره سرچشمه معارف یا منابع معرفت دینی، معارف دین رو از کجا باید اخذ کنیم و به چه دلیل. طی جلسات متعددی عرض می شود که 7 جلسه رو در خدمت شما بودیم و در این باب سخن گفتیم. بحث رسید به نکات مهمی درباره اولین سخنگوی دین، یعنی قرآن مجید. این نکات باید مد نظر ما باشه. این است که کتاب خدا همه چیز در اون هست، کتاب خدا معصوم است، کتاب خدا ظاهری دارد و باطنی، کتاب خدا بر پیامبر نازل شده است، قرآن معلم معصوم لازم دارد و ششمین نکته، امکان سوء استفاده از قرآن وجود دارد که اینها رو بخشی از ادلهش رو از آیات و روایات بیان کردیم. نکته بعدی که بحث امروز ماست مربوط به جایگاه دومین سخنگوی خدا، یعنی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است. عرض شد در حوزه دین همه فرق و ادیان این مطلب رو میپذیرند که دین یک امری الهی است و نه بشری. پس حالا که امر الهی است، آیا ما معارف دین رو از خود دین اخذ میکنیم یا نه از بشر؟ میبینیم که عموما فرق و ادیان دیگر ولو داعیه امر الهی بودن رو بر زبان میارن، اما در مقام عمل اون چیزی که ارائه میدن اونها فرمولهای بشری است، اونها اموری است که از خود اونها تراوش کرده، به منبع وحی متصل نیست، از مکتب وحی نیست. فلذا عقل نمیپذیرد که شما بخواید یک مطلب، یک چیزی رو ارائه بکنید، عرض میشه او رو رنگ الهی بهش بزنید، اما از خدای متعال نباشه، از رسولان الهی نباشه. همین نکته اگه ما مد نظر داشته باشیم، گرفتار فرق انحرافی، فرق و مذاهب و ادیانی که منحرف شدن، بله، گرفتار اونا نمیشیم. همین نکته رو داشته باشیم که دین امریست الهی و خود خدای متعال، بله، خودش راه رو قرار داده، خود خدای متعال حجتهایی رو قرار داده و تضمین 100% کرده. نکاتی رو راجع به اولین سخنگوی خدا که قرآن باشه عرض کردیم. میرسیم به بحث دومین سخنگوی خدا، اهل بیت. نکاتی رو باید مد نظر داشته باشیم. اهل بیت مراد 14 معصوم علیهم الصلاة و السلام، از وجود نازنین پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عرض می شود تا وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب اولین نکته که اینها رو یک به یک باز ادلهش رو بیان می کنیم به صورت کوتاه، تبیین و تفسیر قرآن بر عهده پیامبر است. دوم، تبیین و تفسیر قرآن بعد از پیامبر بر عهده اطرت اون حضرت، بر عهده اطرت پیامبر است. سومین نکته، تمام علوم و معارف قرآن در سینه اهل بیت است. چهارمین نکته، ائمه علیهم السلام وارث علوم تمام انبیا هستند. پنجم، روایات اهل بیت علیهم السلام مانند قرآن حجت است، به دو شرط: ثابت شدن صدورش از معصوم و روشن بودن دلالت اون. خب حالا اینها رو اشاره کوتاهی به برخی از ادله اونها میکنیم. اولین نکته که تبیین و تفسیر قرآن بر عهده پیامبر است به دلیل آیات متعدد قرآن کریم، از جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، که این برخی از آیات رو در جلسات قبل هم اشاره کردیم. و ما این کتاب رو بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه رو در آن اختلاف کرده اند برای آنان توضیح دهید. اینجا وظیفه تبیین و شرح و روشن کردن آیات الهی رو چی؟ خود قرآن می‌فرماید بر عهده پیامبر است. یا خارج کردن مردم، سوره ابراهیم آیه 1، از تاریکی ها به سوی نور، که باز وظیفه پیامبر است.
اطاعت مطلق از پیامبر، اطیع الله و اطیع الرسول، هر آنچه که پیامبر میفرماید عرض میشد. خب یه بخشی از فرمایشات پیامبر درباره تبیین و تفسیر قرآن است. همه مسلمان ها باید اطاعت کنند. در بحث تعویل عرض میشود آیات الهی کسی نمیداند جز الله تبارک و تعالی و راسخون در علم، که عرض میشود راسخون در علم اولی اون وجود نازنین پیامبر خاتم است، تضمین 100% پیامبر و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چه میگوید باید بپذیرید، از روی هوا و هوس سخن نمیگوید. و از پیامبر خدا هم راجع به تبیین و تفسیر و عرض می شود که شرح آیات الهی هم فرمایشات زیادی به ما رسیده است، ما وظیفه داریم اونها رو بپذیریم. و امر به اطاعت از پیامبر و ما آتاکم الرسول فخذوا، هر آنچه که پیامبر برای شما عرض می شود که آورده اون رو باید بگیرید، و اون چی که شما رو نهی کرده از اون باید از آن باز بایستید. خب اینها آیاتی است و باز بیش از این هست، اما چون بحث رو میخوایم انشاءالله به صورت خلاصه عرض کنیم میگذریم. این پس نکته اول که تفسیر و تبیین قرآن بر عهده پیامبره. نکته دوم راجع به اهل بیت، یعنی دومین سخنگوی خدای متعال، این است که بعد از پیامبر مسئولیت و این مقام و این وظیفه تفسیر و تبیین قرآن کریم بر عهده عترت است. یک دلیل از قرآن کریم، قرآن می‌فرماید در سوره نساء آیه 59: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید. خب ببینید، اطاعت مطلق از خدا دستور داده شده، اطاعت مطلق از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دستور داده شده، و اطاعت مطلق در کنار اطاعت از رسول و خدای متعال از اولی الامر. خب حالا این اولی الامر چه کسانی هستن؟ اینجا عرض می شود که میبینیم که مفسرین عامه مطالبی رو بیان می کنن که عرض شد، همون دلیل عقلی رو که ما مد نظر قرار بدیم همین که آقا شمایی که 10 تفسیر، 11 تفسیر، 20 تفسیر مثلا کمتر بیشتر از این آیه شریفه دارید، از این کلمه اولی الامر دارید، خب شما تفاسیر رو میخواید بگید که خدای متعال از این کلمه این معنایی رو که شما فهمید استفاده کرده. اولا چرا 10 جوره؟ ثانیا از کجا معلومه که خدای متعال اینها رو مد نظرش باشه؟ یعنی چه حجت شرعی دارید؟ آیا به شما وحی میشه؟ آیا شما پیامبر او رو دیدید؟ یا آیا تمام مسلمان ها مثلا همین مطلب رو فهمیدن غیر از اون نیست؟ مثل قل هو الله احد، اینقدر صریحه، اینقدر روشنه. خب در جایی که الان معانی متعددی به ذهن میرسه و شما میخواید اراده حقیقی خدای متعال رو از این کلمه بیان کنید، پیروان اهل بیت چه میکنن؟ میرن سراغ مفسرین قرآن، معلمین قرآن، از خود هیچ حرفی نمیزنن و نباید بزنن، لذا مراجعه میکنن طبق آیات البته متعدد، طبق احادیث متعدد و فوق تواتر که پیامبر ارجاع فرمودن، عرض میشود که به اهل بیت و اونها رو خلیفه خودشون قرار دادن و در مقام خارج و حقیقتا هم هیچ احدی به علم اونها نرسیده، اصلا پیامبر هیچی هم نمی فرمودن، هر انسان عاقل و بالغ و بدون تعصب فقط سیره تاریخی اونها رو می خون، کلام اونها رو می دید، فرمایش اونها رو می دید در عالم خارج، در عالم واقع، واقعا حقیقتا بینی و بین الله می دید که واقعا هیچ کسی به گرد اونها از حیث علمی نمی رسه، اما پناه می بریم به خدا از تعصب. خب پیروان اهل بیت مراجعه می کنن ببینن، عرض می شود که مراد خدای متعال از این کلمه چیست، از اولی الامر چیست، و همچنین آیات دیگر. حدیث از وجود نازنین پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، عرض شد که اینا احادیث متعدد دارد. اینجا نمونه هایی رو عرض می کنیم: انما الطاعة لله و لرسوله و لولاة الامر الذين قرنهم الله بنفسه، این است و جز این نیست که اطاعت
فقط برای خداست و رسول خدا و عرض میشه که لولات الام الذین اونهایی که قرنه هم الله به نفسه، خدا اونها رو عرض میشه که قرین نفس خودش قرار داده و قرین نفس نبیش قرار داده. فقال، خدای متعال چنین فرموده، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. خدای متعال در قرآن فرموده است اطاعت کنید خدا رو و اطاعت کنید رسول را و اول الامر را و اول الامر منکم، لان الله انما امر بطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله. ببینید بیان میکنن و اینجا برای ما شرح میدن که علت چیه، برای چی خدا امر کرده مطلقا به اطاعت رسول. لانه معصوم، پیامبر معصوم از هیچ خطایی در او راه ندارد، لذا اطاعت از او مطلقا بر تمام خلایق و بشر لازم و واجب است به حکم عقل و نقل. عقل میگه کسی که ابدا در وجود او خطایی راه نداره تو باید مطابقت از او کنی برای سعادتت، برای عرض میشه مقامات انسانیت، برای کمالات. لا یعمر به معصیت الله، پیامبر معصوم است و امر به معصیت خدا نمی کند. و انما، و این است و جز این نیست، امر به طاعت اولی الامر، ام فرموده است خدای متعال به طاعت اولی الامر، لانهم معصومون، علتش اینه که اونها معصومن، اونها پاکن، مطهرون. لا یعمرون به معصیت الله، ابدا به معصیت خدا امر نمی کنند. لذا این از می شود که دلیل است بر اینه، بر این که بعد از پیامبر اطرت هستن، چون اونها معصومن، چون اونها آگاهترینن، چون اونها اولیای امر هستن. و در این باب باز عرض شد که احادیث و روایات متعدده. باز در باره همین نکته دوم که تفسیر و تبیین قرآن بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر عهده اطرت است، آیه دوم، و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. خب اینجا خبر میداد خدای متعال که تأویل قرآن رو کسی نمیداند مگر الله تبارک و تعالی و راسخون در علم. ما احادیث متعددی داریم که راسخون رو برای ما معرفی کردن. الراسخون امیر المؤمنین فرمودن و هیچ کس دیگه همچین ادعایی نکرده، الراسخون نحن آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، راسخون ما آل محمدیم صلوات الله علیهم اجمعین. و عرض شد که واقعا وقتی که انسان در سیره اونها، در کلام اونها، در تاریخ اونها، در زندگی اونها مطالعه میکنه، میبینه که انصافا ابدا احدی به گرد اونها نمیرسه در مقام علمشون، آگاهی به قرآن، آگاهی به دین، آگاهی به معارف دین، آگاهی به تفسیر قرآن، تأویل قرآن، ابدا قابل قیاس با احد دیگری نیستن. و این ادعا رو اگر کسی دیگری کرده است قطعا کذابه. پس راسخون وجود مقدس اهل بیت هستن. بعد از امام صادق حدیث دیگری، الراسخون فی العلم امیر المؤمنین والائمه من بعده، راسخون در علم امیر المؤمنین وجود نازنین اون حضرت است و ائمه بعد از ایشان، یعنی امامان معصوم. خب اینم عرض می شود که آیه و روایات بر این امر که تفسیر و تبیین قرآن بعد از پیامبر بر عهده اطرت است. آیه سوم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از پژوهندگان کتابهای آسمانی جویا شوید. در سوره نحل آیه 43 و سوره انبیاء آیه 7 این عرض می شود که آیه شریفه آمده است. خب حالا این اهل ذکر چه کسانی هستند؟ باز ما مراجعه میکنیم به احادیث. از امام باقر سلام الله علیه سوال میشه، حضرت جواب میدن که این اهل ذکر نحن والله، به خدا قسم ما هستیم. اون اهل ذکر که خدا عم فرموده از اونها سوال کنیم. در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 68 حالا اینها مکتوب هست و مشاهده میفرمایید تصویرش رو. بعد از خود اون حضرت در ارتباط با همین آیه در کافی شریف جلد 1 صفحه 210 که از وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمودن الذکر انا والائمه اهل الذکر، ذکر من هستم که خدا فرموده از اهل ذکر سوال کنید، ذکر من هستم و ائمه اهل ذکر هستند.
باز از همون حضرت، از وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله که و اهل بیتهی هم اهل الذکر و هم الائمه، اهل بیت اون حضرت اهل ذکر هستن. خب این عرض می شود که نکته دوم راجع به دومین سخنگوی خدا یعنی اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. نکته سوم این است که تمام علوم و معارف قرآن در سینه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است. وقتی که عرض میشه که اهل بیت هستن بعد از پیامبر که وظیفه تبیین رو دارن، اهل بیت هستن که معلم قرآن هستن، مبین قرآن هستن، به این جهته که اونها واقعا این صلاحیت رو دارن، چون اونها آگاه ترینن، هیچ احدی به گرد اونها نمیرسد و این علم رو نداره. خود قرآن میفرماید دلیل بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون، بلکه قرآن آیاتی روشن در سینه های کسانی است که علم الهی یافتن و جز ستمگران منکر آیات ما نمیشوند. سوره عنکبوت آیه 49. خب قرآن داره خبر میده، کلام خدای متعال، که این قرآن آیاتی روشن در سینه های کسانی است که علم الهی یافتن، علم لدنی دارن، از نزد خدای متعال به اونها علم عطا شده. از امام صادق سلام الله علیه در ارتباط این آیه شریف بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم قال هی الائمه خاصه، اینا فقط ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین هستن. خب این هم عرض می شود که درباره نکته سوم که تمام علوم و معارف قرآن در سینه اهل بیت هست، آیه شریفه و روایات که عرض شد، اینها را نمونه هایی است و الا دلیل بسیار بیشتر از این هاست. باز در ارتباط با همین نکته سوم، آیه دومی که دلالت دارد و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، و کسانی که کافر شدن میگویند تو فرستاده نیستی، بگو کافیست خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است، میان من و شما گواه باشد. اینجا خدای متعال خبر میدهد از کسی که نزد او علم الکتاب یعنی علم کل کتاب است. چه کسی نزد او علم کل کتاب است؟ راوی میگه به امام باقر سلام الله علیه عرض کردم قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم من عنده علم الکتاب، حضرت فرمودن خدای متعال ما رو اراده کرده، ما مورد نظر خدای متعال هستیم در این آیه شریفه، و علیون اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که علم کتاب نزد اوست ما اهل بیت هستیم و علی اول و افضل ما ائمه هست. و باز در حدیث بعدی عرض می شود که حالا عموما ما اینها را از منابع خاصه آوردیم، چون از باب عرض می شود که برای دلیل و برهان راه فقط منحصر در اخذ از از منابع خاصه است برای پیروان اهل بیت. اما حالا اینجا یک شاهدی هم از منابع عامه در شواهد و تنزیل آوردیم در ارتباط با این آیه شریفه که پیامبر فرمودن و من عنده علم الکتاب قال ذاک اخی علی ابن ابی طالب، برادرم امیر المؤمنین سلام الله علیه، عرض می شود که مراد است. خب این با سه نکته در باره دومین سخنگوی خدای متعال یعنی اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. باز انشاءالله ادامه بحث رو در خدمتون خواهیم بود در جلسات آتی. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.